حمید جان بس ولش کن تو در. بابا کار از محکم کاری عیب نمیکنه که. تموم الان. از دست تو سر من میزنم به این دیواره. مگر حمام گنجلی خانه هاش قفلش کردی؟ بس دیگه ولش کن. چه فرقی میکنه؟ امانت امانته دیگه. تموم شد. حالا خواهی نم کی بازش میکنه؟ هیشکی مشکل نیست که. ولش کن آبا. از کجا معلوم انفلانزای خوکی نداشته باشی شلپ شلپ ماچ میکنی؟ نوکردم باشد. فقط حواست باشه. بابا حواستم هست. نیازی نیست. اوکی دیوانه کرده منم. گلبرگ میکنم گل توی باغچه، میدونم اینم گل روی تاقچه، یاد داشت اومد نظری به ما کن، دست کنده که بنشا باشو به راه کن، دیگه دست خودم نیست به دستم بکنم نیست، تو جیبام شی پیشم نیست، بابا پول ندارم تقصیر منم نیست، من که پول ندارم بست زنم نیست. خرجی داره جشنی به پاکن، دیگه از بیپلی مریض شدم من، خود خاطر را به دردم و دبا کن، دیگه دست خودم نیست به درزم بکنم نیست، تو جیبام شی پیشم نیست، بابا پول ندارم تقصیر منم نیست، من که پول ندارم بخت زنم نیست. شما درد نکن، عالی بود. باش آقا، فقط چقدره؟ 200,000 تومن ناقابل. به 1000 تومن؟ خسته نباشه، واجزت. قربان شما. خسته نباشین آقا. باشه، بیا 200,000 تومن. همینه، همینه، بفرما. یه شب قد یه ماه حقوق اداره تو دروردی. ببین تو اگر از روز اول به حرف من گوش میکردی، خیلی وقت پیش از اینا رفته بودیم سر خونه زندگیمون. این همه هم حرف و حدیث بابامو نمیشنیدی. چه مشکل اصلا این بابات دیگه ما رو دیگه تو هم باش بریم کمک بچه ها وسایل بار بزنیم. باشه باشه باشه. چیه؟ نه من گرفتم و ببینم که پولا رو داری جمع میکنی و بعد از 2 سال عروسی خود رو بندازی. برای سلام آقالوزی. سلام. شما اینجا چی کار میکنی بابا؟ شیفتم، یعنی در حال انجام ماموریت. ولی اینجا شما دخالت نکن دخترم. همه جان بریم این کنار. مشکلی نیست همینجا بگین. خب بیاد اینجا خوب گوشاتو بکنم. اگه تا پایان هفته تونستی وام ازدواج از شرکتتون بگیری، ازدواج رو بندازی که فبه ها. اما اگه نتونستی بلایی سرت میارم که نفهمی از کجا خوردی. شیرفم شد؟ بله. معنا کن. بله. مگه بنا نبود که تو این مراسم خیلی خیلی شاد شرکت نکنی؟ بله این خیلی خیلی شاد نبود. این چیزای جلسی بود سرهم کردی؟ مجاز بود اینا رو تو لاله‌زار میخونه. مجازه؟ بله. پولا راتون بده. آره. بده من بقیه‌اش. شما همین بود دیگه. اون پولای جانبی هم بده اونا رو. آها این اضافه کاری انعام بود. بده من ببین پیش من باشه جاش هم تره. موچه چه بهش کن. بزن مادر، بزن مادر، بزن پدرشم در بیار. تقاضا ما رو از این ظالم بگیر. دست شما درد نکنه. عکس منو گرفتی دستت بعد اینو داری تشویق می‌کنی؟ دارم واسه اون احمد اصلا جون این حرفا رو نمی‌زنه. بزن. تقاضا من ازش بگیر. بزن چرا گرفتم یالا. شما چرا فوت کردی؟ فوت نکردم که آقا نفس گرفتم جای نزن. این شما در نفس گرفتم بود؟ خب نفسم قویه دیگه اینجوری. اینجوری شدم دیگه.
ببین تو چرا همش جر میزنی؟ مثل چند شب پیش که 3-4 دفعه ضربت کردم تو کشتی. هی گفتی خودم دارم آسمون نگاه میکنم ستاره ها رو بشمارم. با ولم کن. داشتم میشمردم دیگه. حالا شماردی؟ آره، چیه؟ عمو، بعد پروشنش کن. بجو. دست شما درد نکنه آقا بزرگه. شما واسه چی روشن کردی؟ با منی یا این؟ کارتو بکن بابا. راست میگه تیمون. تو کارتو بکن دیگه. ببین هی کم آوردی خودم یه جوری راست ریسش کنم ها؟ من کم آوردم. آره پسر جون تو واسه من مثل شکورت میمونی. شما واسه چی فوت میکنی؟ من فوت کردم؟ ببین درست پول زیادی وسطه ولی اگه بخوای میتونم مساوی تمامش کنم ها؟ مساوی؟ آره بچه جون من رو استخونت خود میکنم. باشن کن. نگو نزن نزن دیگه. زدم بهت میدم بکش کنار. به این شمه خرید آقا دستم مچ قطع میشه. جونه تو جونه مادرت بزن بخونم جون جنه اینو زایست. چقدر سر میزنی زورت بزنم. خیلی خب بابا چی میشه؟ ایوه جونه دست دیگه. خیلی خب من پول بده نیستم. تو با عربده دست من رو خوابوندی. بارو بیرون. چی؟ بارو بیرون گفتم. شوخی میکنی؟ نه با شوخی نه. بارو بیرون. پولت بکنم بردی که خیلی خوب دست حرف زدی. بایستا خیلی خوب چیه بایستا این نگاه میکنی؟ من نمیدین داره منو میکشه. برین اجاراتون رو برداریم بیاریم ببینم. اینجا رو کردی قمارخونه؟ اجاره میخوای؟ قمارخونه چیه؟ مسابقات مکندازیه. ناراحت این خونه رو تخلیه کنین. خونه خودم هر کاری دلم بخواد میکنم. مادر بگیر اینقدر اینه بزن دیگه اینقدر خونم نکنه پدر ما رو در آورده. خیلی خب بابا تو هم آقا کیه لحظه تشریف بیار. چیه؟ آقا کیه من فردا صبح باختم میارم خدمتتون تقدیم میکنم. شما آبروی ما رو جلوی اینا نبر. تا فردا؟ آره حتما. ببین این ور اونور نشه ها. نه چش فقط یه کاری کن من جلوی اینا یه داد سرت بزنم الکی کوچیک نشم جلوی اینا. اینا اجارهشون به من نمیدن ها. رو نشو بابا. نوکرت چش. آقای چیه؟ آقا شما رفتی من یه داد رو به دیوار الکی بزنم جلوی اینا. ساعت خرج داره قربون تو برم. چقدر؟ 10 تومن. مشکه به دیوار نمیخوام بزنم که. اگه خواستی 10 تومن میگیرم بزنم. باشه من داد میزنم 10 تومن میارم فردا. اگر رو به دیوار رو چش نه دیوار بفهم دیگه این برام پیدا نشه. بیاییم بریم بابا. بیاییم دختران بباری. اکم خانم درمار باری آقا بزرگه کجا تکیف میاری؟ چیه تیمور خان؟ باز باختی زورت به ما میرسه؟ نه خیر بابا جون زورم به همه تون میرسه. فکر کردین که چی؟ افکه این مردی که فرار کرد در با کردن پرید بیرون بله نشونش میدادم. راست میگین؟ بله برگرد. سلام. گیر کرده بودم. حمید آقاییه. حمیده؟ به به خانم بیا کنم. آقا حمید چکری؟ مهمونی تشریف داشتین؟ روسری سرت میکنی؟ نه این مال گردنه. چی شده باز معرکه رو انداختی؟ شما با این تیپ قشنگت میدونی چند وقت اجاره عقب موندگی تو ندیدی؟ عقب موندگی؟ عقب مونده، قزبیت چه طرزه حرف زدن با یه آدم محترمه، مؤدب باشی. همینه که هست، ناراحتی تخلیه کن. نه ناراحت نیستم. خب ناراحت نیستی ببین 370,000 تومان مال 3 ماه اجارت میشه 70,31 به عبارتی میشه 310 تومان بده کاری. 210 تومان. 100,000 تومان چه نمیدی؟ نه 70 میشه 21 بعد میشه 210,000 تومان دیگه. 220 درسته؟ درسته. خیلی خوب برو اجارتو بیا بالا دیگه بیشتر از این حالوستر دیدن ریختتو نهرم نارنجی. چه طرز حرف زدن آقا اجارتو میخوای خیلی مؤدب بگو اجاره هم میخوام. این دریوری ها چی میگی؟ آقا من خیلی مؤدبانه میگم لطف کن این اجاره 3 ماه عقب مونده تو بیار به دست ما خوبه؟ ها این الان چقدر بهتر شد نه؟ جدا؟ آره دیگه آقا جمعیان شب بخیر ببخشاتم. خواهش میکنم. ببین جانم من گفتم پولمو میخوام. آره دیگه مادم گفتی؟ پا کجا میری؟ من بیارم دیگه. ها برو عمتونو پول میکنم. چی میگی؟ بابا تو رو جنت تو که داری میری پول تو بیاری کیجا؟ چون بایستادیم باز من نگاه میکنی برین اجارهاتون رو بیارین دیگه بابا. برو بابا آقا بجنبی آقا بزرگ من نگاه نکن میدم دیگه خودو من نمیدیم باختم. جانم
آقا ما مؤدبانه هم از شما کرایه‌مون خواستیم، یادت میره؟ راستون آقا شما فرمودید سر جمع چقدر میشه؟ خودتون فرمودین 210 تومان. خواهش میکنم سنتر نشان بشمار اینو همین بود 11 تومان. آه جاز... یه تومن شده من بفهم الان روندش کردم، شما فردا شب همینجا بیا من 200 میدم خدمتتون. یعنی تو یه الف بچه تا فردا شب 200,000 تومان پول به من میدی؟ شما اگه بیشترم نیاز داشته باشه میتونم براتون من نیاز ندارم، من پول خودم رو میخوام. چشم خیلی خوب، این 10 تومنم بگیر. لازم تومن بودید یه تومنش که تو دستته. بله بله آقا، بس فردا شب شما 210 تومن همینجا رو میدم خدمتتون. خوشم میاد، بچه خیال پرداز با مزه ای هستی. مرسی. اگه فردا شب پولو نیاوردی اون وقت من میدونم و تو آقا من فردا شب همینجا منتظر شما ما. فقط من رو شما حساب کردم، منو نپالید جواتم با نمک. سلام خانم عباسی. سلام. سلام یه لحظه داریم بازی میکنیم؟ بله بله. نفیده مرحله یکی هیچ پیشرفتی نکردیم نه؟ چقدر حرف میزنیم؟ ببخشید گرفتیم؟ باید من خستی و یه لحظه بفهم. دست شما درد نکنه، فقط احیانا اگه تو این چند ساعت کسی با انبار فارداش بگیم بمونه برای فردا صبح. میگم که بهتر نیست بذارید کلید اینجا بمونه. نه بهتر نیست، شما به بازی برس، شرمنده. حالا من که از کارهای تو سر در نیاوردم، حالا چه اصراری الان بریم سینما؟ دست بابا. بابا؟ آره همش دنبالمونه، کار و زندگی هم نداره جز اینکه ما رو بپاد دیگه. اصلا مالیش نیست که لازمه یه وقتی ما تنها باشیم. نه بابا تو هم اینطوری هم نیست که تو میگی. بعد چطوری هست؟ شده من تو بخواییم جایی بریم دنبالمون رو نیفته؟ آه پدره همین جون حق داره، میخواد دوتر تکلیف زندگیمون مشخص شه. همین اونم مشخص کنه. ببین خواهشم با هزار بدبختی بابا تو پیچونده بریم سینما، تو دیگه گیر نده. یه دقیقه بس. آقا دو تا بلیط بده، فقط جای خوب باشه لطفا. چرا دوتا؟ خب ما دو نفریم، نکنه شما میخوای با هم بیای؟ فکر میکنم سه تا بگیری بهتره حمید آقا. سلام لطفی، شما هم تو چی کار میکنیم؟ اومدم برای شما بلیط بگیرم. بابا تو کیه؟ بابای من؟ آره بفرما، این هم بلیط. آقای قربانی، کلیدای انبار چرا با خودتون بردید؟ اگه اتفاق برای انبار میافتاد، چه میدونم آتش‌سوزی یا مثل الان که با انبار کار داشتیم، چی کار باید میکردیم؟ شرمنده آقای معاون، خود آقای رئیس دستور گرفتم. ایشون خواستن تو برگشتنشون خارج، من کلیدا رو به هیچ کی ندم. مشکل نیست، زنگ بزنید بپرسین. آقای قربانی، آقای رئیس یک هفته دیگه میاد. تا اون موقع بنده تصمیم گیرنده هستم. الانم به شما دستور میدم کلیدا رو تحویل بدید. چشم، چشم. ولی باید بگم اجازه من ندارم تحویل بدم. بفرمایید. سلام. سلام علیکم. فرمایشید شما رو. آقای گلسفیدی، همین الان با آقای رئیس تماس میگیرید تا تکلیفمون با این آقا روشن شه. باشه، مشکلی نیست، تماس بگیرید. ولی گفته باشم تا خود حاج آقا سالی شخصا به من نگه، من کلیدا رو به هیچ عهد و ناظری نمیدم، حتی شما. صداتونو بیارید پایین لطفا. چش، مشکلی نیست. چش. گلسفیدی، این پسره داره نظم شرکت رو به هم می‌ریزه. باید فکری براش بکنیم. نگران نباشی قربان، ترتیبشو میدم. شما جم حالا دیگه ما رو میفرشی؟ فیروز خان؟ درد فیروز خان درده.
ماه نقره شب رسیده بیا بیرون، جون من به لب رسیده بیا بیرون. آسمون چشم رقیب و خواب کرده، هیچ کسی ما رو ندیده. بیا بیرون بیا بیرون. پس خوب دیگه آوردم تون. آره بله، دستون درد نکنه، هم از بابت وام هم از بابت که اینجا ما رو بردید. فقط جسارتا شما همیشه اینجا میاین؟ معمولا. آره چه خوب. خب چرا ما رو نمیارین اینجا؟ مگه ما بعد میاریم رستوران؟ والا یه نگاه بنداز، فضا مردونه است، برای چی شما بیاین؟ چی؟ چشما از خواب نمیشه وقتی شبا خوابتو میبینه. بله میبینم، کاملا مردونه است. بلش کنی نخوریم، حالا که با هم حمید بین آماده شده بریم سر اصل مطلب. حمید بابا فکر کنید چند تا بهمون بریم حالا اینجا؟ برای عروسی. آها زیاد نیستن، یعنی سرجم با در و همسایه و دوستا و همکارا میشن 50 نفر. 50 تا مریم بگی بنویس، 60 تا بنویس. نه ننویس، ما 50 تا میشن. بیشتر بگیریم بهتره، نگران نباش. ببینم چون بالاخره برای عروسی خانواده از خارج میان یا نه. بله اونا میان. ما ناسلامتی داریم، من فامیل میشم، هنوز فقط فامیل اینو ندیدیم. خب اونا رو به موقعش میبینین دیگه. خب بابا جون با اجازه شما من 10 تا از دوستام میخوام دعوت کنم. 10 تا بنویس. 20 تا. خیر 20 تا دیگه نه بابا، 10 تا کافی. بابا شما به حساب خودتون چند تا مهمون دارین؟ زیاد نیستن. چرا شما بگین دیگه، مال خودتونه. البته یه سیاهی گرفتم، ما تقریبا نیستیم. سعی کردم کسی از قلم نیفته. آره اینجاست. میکنه به عبارت 600 نفر. چی؟ 600 نفر؟ 600 نفر؟ ای بابا تو شما 600 نفر از کجا آوردین؟ از کجا آوردن؟ این همه مدت ما مثل که پا به سن گذاشتیم و دوست آشنا فرق فامیل این بر اون بر. 600 تا زیاده؟ نه الان من نگاه میکنم نه، اتفاقا خیلی هم خوبه. فقط من میگم کسی قلم نیفتاده باشه، توی 30 سال خدمت توی یه موقع مثلا متهمی مجرمی باشه، موقع سعی میشده باشین یه وقت مدونش نشین. من اینو میگم. فکر نمی کنم، ولی یه چک میکنم. باید حتما چک کنی بابا جان. مثل شما اصلا متوجه نیستی، ما اصلا قرارمون نبود تمام پول وام و خرج عروسی رو اعتنا کنیم. من از اول به شما چی گفتم؟ گفتم که یه خود از این پولو بزنیم به زخم زندگیمون. اه سر بیزاب میترش که اینقدر مهمون دعوت میکنی. کجا مریم؟ ببخشید خیلی سوال، اینجا همیشه همینجوری مردونه است؟ همیشه اینجور نبود، داری بخواهم زورت فرداش کردم. معمولا نمیدونی. آره مثل ما میمونه. بیا. نه آقا بسم الله، خیلی زیاده. میدونم عزیز، همش مال خودت نیست. 3 میلیون که وام عروسیته، مبارک باش. الباقیش هم حقوق کارمندی شرکته. پول نقد میگیری میاری اینجا. چشم. آره عزیزم، آقای صالحی خیلی بهت لطف داره. نمیدونم برای چی. با صحبتهایی که با ایشون کردیم به این نتیجه رسیدیم که رو تو خیلی میشه حساب کرد. ممنون. حالا به جون تو بانکونم هستم. چشم آقا. در ضمن داری میری کلیدهای انبارم بده به خانم عباسی، ممکنه نیاز بشه. حالا بیا بگی ما وام هم نخواستیم. دست شما درد نکنه. بفرما آقا. بگی آقا من وام هم نخواستم، من کلیده رو فقط به آقای صالحی میده. عزیزم میدونم. بله فقط به آقای صالحی میدم. شوخی کردم. برو زودی برو. هی میگی شما هر دفعه. شماره 55 به واجه 5. آقا ببخشید این شماره من چنده؟ 56 پدر جان، یکی قبل معنی شما. دست در نکنه بابا. شماره 56 به واجه 6.
پدر جان این منه. ایزه بده اونجاست. بفرم بیه من کمکتون کنم. بفرم این موازه باش. سلام پدر جان. سلام بابا. سلام. سلام. بفرمایید. خسته نباشید. ممنون. 25 میلیون ریال؟ بله همون 25 میلیون تومان خودمون. فقط درشت باشه 1000 و 5000. کارت ملیتون لطفا. بفهم. بفهمید. بشمارید لطفا. چیه من؟ گفتم درشت باشه. ترول نه درشت. پول نقد میخواستم. 25 میلیون پول نقد؟ خیلی میشه آقا. مشکل نیست. من گونی آوردم اینها. همه رو میریزیم تو این آقا. بذار بدم تو. نه آقا بایدش. اصلا شما بدیم من میچونم این تو. آقا آموزم نمیشه بابا. نه من این برم پدر جان این برم این بر. بیا بیا موزم چیه بابا موتور دوستون میبرم میرسونه دیگه بشین. خدا خیرت بده. نه آقا جان این بره رو موتور رو به این بره بیا. بیا بشین آقا. نشستی پدر جان؟ آره بابا. بشین بشین. یه هول بده. یه هول. اینجاست دیگه راک 397 آقا. بله همون آدرسی که شما گفتی دقیقا همونه بابا جان. زحمت بکش برو این سنگو بزن بچه هم بیان من رو ببرن تو. باش اوه موتور رو داشته باش بده جانا موازه باش نیفتیه بر موازه بم موازه بم نیفتیه. پدر جان گفتی طبقه چندو؟ طبقه اول. اول اولش همین دو؟ اصلا نفهمیدم چی جوری شد. آقا قاشقشو ببخشید. اصلا آبلیمون نریختی توش که نریختی. خیلی حال طلبه آبلیمون نریختی بخور بینم. بدبخ شدم. تو بدبخ شدی؟ تو بیچاره شدی؟ اون منم که بدبخ شدم. من بیچاره شدم. حقوق کارمندای شرکت رو چجوری پرداخت کنم؟ چه میدونم؟ باید زود بریم کلانتری. نه نه کلانتری واسه چی؟ شما کارمندا رو تک تک بفرست من شیک جوابشون رو میدم. تو جواب دیدی؟ بدبخت تو خودت رنگ دو ساری. 25 میلیون پول به سرقت رفته. چه میلیونش که مال خودم بوده؟ صبر کنم 20 میلیونش چی میشه؟ آقای گلسفیدی میتونی ببندی؟ درو نه نه جسارتم تو هم دستم تو اینو بخور. آقا نمیشه اینو خورد. اینو باید بخور بخور. من که گفتم کلانتری نمیام. از سر آقا دور بزن جون مادرت برگرد آقا. ساکت شو پسر. تو کلانتری که نمیخوان بکشنت. یه چهره نگاری میکنن تا سارق رو شناسایی کنن. بابا اونجا چهره نداشت. بابا کلا رو سرش بود. بعد یه اینکه دودی وسط یه گوله پش. میریم آقا نمیتونم پیداش کنن. اون وقت منو میندازن تو زندانا. از سر آقا شما دور بزن. برگرد آقا. سرم رفت. انقدر حرف نزن. بابا جون ده. از قدیم و ندیم گفتم سر آدم بیگناه تا پای دار میره بعدش هم نمیدونم چی دار؟ نو کردم آقای گلسفیدی من اگه اتفاقی عکس دارو جایی ببینم خرخرم درد میگیره. اصلا آقا شما توجه نکن برگرد آقا. برو آقا همینجا قربونت برم. ایشون داره مثال میزنه. باور کن به جون خودت هیچ اتفاقی برات نمیفته. حالا میریم کلانتری میبینی دیگه. میریم میبینی؟ آره. اصلا آقا شلوارش در آوردی واسه من؟ بله سلام. بله گوشی خدمتتون. مریم جان با شما کار دارم. آره همینطوری؟ آره منم. یواشک میزنین آبالا کجایی؟ ببین بهت میگم. الو مریم بدبخ شدیم. ای چرت و پرت نگو درست وقت کنم ببینم چی میگی. ببین
چیزه بدبخت شدی ما. گوشی گوشی چیه خانم؟ من این نمیدی خرابه خرابه دارم درستش میکنم درست کنم میگم. با کسی داشتی صحبت میکردی؟ خانومه کی بود؟ خانومه کی بود همین؟ الو چی؟ خانوم هیچ که باباش کرده خانوم چیه؟ نه با مردم هم کسی اون توه؟ بله بیا آقاس. الو گوش کن مریم بیچاره شدیم و ببین پلیس دنبالمه. پلیس واسه چی؟ چیکار رفتم با نخ کردم همین که اومدم بیرون یه دزد کور نامرد بی همه چیز پول اون یارو وامه رو با پول شرکت و همه رو یک جا زد و یه لیوان آبم روش دوست؟ آره دوست نه ترسو آبا فقط ببین حمید من اصلا واقعا از حرفای تو سر در نمیارم میگرم که میخوای بیا اینجا ببین خالیه نه خیلی یه نفر این تو الو اه گوشی ببین آخ من نمیتونم بیام ببین چیه من الو الو چیه خانم بیا قد شد خیالت رو اچو؟ اه؟ بابا دو دقیقه نمیتونه آدم کارش بکنون تو چیه آدم نایدی؟ این چه قصدش آقا؟ چیه مگه؟ خجالت نمیکشی؟ با این وضعیت؟ ببخشو بیا شیطونی نکن حالا شیطونی نکن چرا شیطونی کردی؟ لالالالالالا لا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 ل
بفرما. ما که گفتیم اسکو بده جسد تحویل بگیر، هست و نیستش خدمت شما. آفرین، خوشم اومد. خب اصلی کاری کو؟ اصلی کاری؟ بله اصلی کاری. آه منظورتون جسدش دیگه نه؟ بابا تو چقدر خنگی فیروز. من این همه تأکید داشتم روی دست کلید. آه دستی کلید بابا، این دستی کلید خدمت شما، اونم موتورش صحیح و سالم. فقط بلدی برونی؟ من موتورشو میخوام چیکار کنم؟ این کلیدام به درد خودت میخوره. من دنبال کلید انبارم، یه دستی کلید بزرگ با ریموت کنترل. بیپ بیپ شیفم شد. اخ دسته، من گفتم جز پولا یه چیز دیگه شما میخواستی. حافظم خراب شده دیگه. گوش کن، من همین امشب اون دستی کلیدو میخوام و الا وسیقمو پس میگیرم دوباره برات میگردونم. چی؟ تو هلفتونی آب بخوری، فهمیدی؟ چاکرتم آقا. نه بابا هلفتونیو بیخیال شو، به صبح نرسیده جسدش رو با کلیتا میارم خدمتتون. فقط شما زحمت بکش کفنش رو سفارش بده. بیخیال کفن و کفن پیچ و عکس و جسدش باش. من نمیخوام تو این ماجرا خون از دماغ یک نفر بیاد. آقا یه خطم رو صورتش نندازم؟ اصلا بدون هیچ درد سری. چشم آقا. آدرس پسره رو داری؟ نه آقا. چیکار میکنی؟ خود داشتن داشتن از ترس سکته میکردم. موال تشریف داشتیم؟ نه آقا سرکار بودم. سرکار موال بودین؟ نه آقا سرکار دنبال کارم بودم دیگه. بدون شلوار؟ آقا اصلا این وقت شب در اتاق من تو چی میخوای؟ رو تو برم مرد سوی مقرنه بود سر شب بیام پولمو بگیرم. خب سر شب؟ الان سر شبه؟ نصف شبه؟ من از سر شب منتظر جناب عالی ام. یه چیزی هم بدهکار شدین؟ یه بار پول منو بیار من برم. پول؟ آه باز چی شد؟ بدبخت شدم آقا تیمور، دارو ندارم و بردن. چی تو؟ دارو ندارم و دیگه 210 تومنش که مونده؟ هیچ، کنفیکان شدم اج. پاشو برو پول منو بیار، واسه من فیلم بازی نکن، من خودم هنر پیشم. چت نمیگم، 25 میلیون پول شرکت ازم زدن. 25 میلیون تومن؟ آره بابا. مرد حسابی بگو 2500 تومن به ریختت بخوره، تو 25 میلیون تومن اصلا به شکلت میخوره؟ حالا کی برد؟ طرف کور بود. یعنی نابینا دیگه.
همون روشندل دیگه. نمیدید؟ آفرین. آره ندید پولتو برد. نمیدونم دید ندید حس. آقا نگاه نکنه دیگه آتمون. چشمم روشن. مهمون داری؟ نه بابا. الان توه؟ کی؟ عمه من. نوارشات بدم بهتون. خجالت بکش بابا. شلواری تو هم همین یارو کوره اپاد در برد؟ شلوارم نه، اونو کسی دیگه در برد. آه، هم گوشای من دراز شده. نه اندازه قبلی. چطور؟ بچه رو فکر میکنی من خرم؟ کی توه؟ من چه دارم؟ شاید گربه است. گربه؟ دیدی؟ دیدی؟ ببخشید منو حلال کن، من زود قضاوت کردم همین. باش اقا بسینو ببین. میدونین چیه؟ کاغذ دیگه. آخر حکم تخلیه است. فردا صبح من با یه مأمور میام دم در خونت. وسایل تو جمع میکنی تو این جعبه موزا هست محکما. طوریش نشه چون میخوایم وسایل رو بد بریزیم تو کوچه نشکنه. مریضی مگه برای چی؟ از قدیم الایام گفتن دندونی که درد نمیکنی سرش دستمال نبند. صف بگی بکنش. باش. پس فردا 8 صبح منتظرتم ها. خب حالا برو. برو دیگه. برم. نه با بیا برو دیگه. بخش بابا. آقا جون بی حیایی هم حدی داره. یه چپ با روسری میای، یه چپ بدون شلوار میای. حالا هم تو این وضعیته. در واقع که الان میگم پلیس یه تکلیف من رو با تو یه سره کنه. بله بابا. علی! برو ببین کیه قلطه رو سیگاری کنه. جانم شده. صدای کی بود؟ صدا؟ فهمیدی که گربه بود دیگه. گربه گفت همینجون مادر برو دمه در ببین کی داره سر صدا میکنه؟ آه اون مادرمه. تازه از رسیده الان مزاحمش خسته است. مادرته؟ سلام خانم. ببخشید شما کار زندگی نهاری نصف شب بلند شدی اومدی خونه پسره؟ آه چه بیادم؟ مادرم میزنی تو دهنش؟ یا خودم بیا بزنم تو دهنی دندون رو چه خود کنم؟ نه نیازی نیست. باش چیه باش چیکار کرد مگه؟ میگم چی میگم یواش میگم سویا بیدار نشه. خب خیلی خوب بذار من یه دقیقه. نه شوکه برو 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 شب بخیش. مادر جون مادر جون یه گربه ای نشونت بدم ده تا گربه بغلش بزنه بیرون. ببین بچه جون بی معطلی واسه شماره با زبون خوش کلیتا رو رد کن بیاد بالا. خوش ندارم شب جمعه ای به جای صدای خنده و شادی صدای گریه و زاریت تو خونتون بیرون بیاد. ملتفتی؟ حالا کلیتا رو رد کن بیار بیشتر از این نظر و زاد حلافشه. فوش میدی؟ آها جای کلیده رو میخوای بگی؟ خوابنان آها جیرابا جون چه بوی مرد حسابی. حداقل سالی یه بار این جراباتو بشو برای پوسپاد میگم و سرتا مرتا نگیری. بو بغلی میداد نه؟ آره با گربه مرده. صحبت بابد نباشه کلیتا رو رد کن بیاد بلا که کلی وقت ما رو گرفتی. چیا؟ کلیتا همون دست کلیته که با سرگه یه دونه ریموت کنترل هم داره. آن کلیدا برو با من اونا رو به معاون شرکت ندم بدم به تو. ببین داداش به من میگن فیروز کفن. امشب هم آلو سلی کفن پیچی و جسد و جسد تشیه ندارم. Do you understand؟ آندرستم. ولی اگه من ببینم اون کلیدا رو به هیچ کس نمیدم. ببین پسر جون من مرامم اینه اگه بشه اول از در معرفت بعد از در رفاقت بعدم از سر دعوا و پیخ بیخ
کارمو پیش میبرم. حالیته بس کلیتا رو رد کن بیاد بالا. آره ببین بابا کلیتا رو رد کن بیاد بالا. آقا اگر اصلا تو سراغ در سوم که در اول دوم چی شد رفقا معرفت؟ بیخیال این حرفا کلیتا رو رد کن بیاد بالا. آقای گردن کلوف اون کلیتا بشه من امانته، منم تو امانت خیانت نمی کنم. دستور ندارم شقت کنم ولی یک کوچولو میتونم داده ای گوشتو ببرم. از بیشتر از این عصبانی نکن. عصبانی شما ببینم چی میشه دیگه این بدتر؟ آقا زندگیمو خراب کردی، حالا توقع داری کلیتار هم بهت بدم؟ هرو که کاریت نکردم دیگه چی کار میخواستی بکنی؟ من فردا سم ننه کجا بیارم به این مردی که تیمون نشون بدم؟ بدبختی اون کم بود، بی حیایی هم به اون بس. خدا کنه نامزدم چیزی نفهمه. آخه همه گیرت همینه؟ بله. اون با من ولی وای به حالت بعد رفع این گیر و گورا بخوای بهانه در بیاری. وای به حالت. نه، اردبیل نمیری؟ همشهری سر، داداش، این اتوبوس داره میره تا رشت. از اونجا که تا اردبیل راهی نیست، پیاده هم میتونی گز کنی. نه بابا خوش نیومدی، فکر کنم نوبرش آورده. همون شده پیاده مسافر، رشت، هشت رو رشت. دایی جونه دایی چیک ثانیه یه کارت داره. ای بخر مگس معرکه لنت بابا، بدبختی دوتا مسافر گیره مرده بودیم پروندی. کار من واجبتره، فردا از طلوع باید بریم خرید. یه ذره باید این سر و وضعیت برسی. چیه دست از دلت برداشتی؟ میخوای مثلا دایید خرج کنی؟ رش فوری سب کن بابا، راستیتش قراره نقش ننه یک رفیقامو بازی کنی. واسه خرج برمیداره دمت گرم دیگه بابا. با ما ماره زندگی سخته، خواهرزاده بیکار مثل تو داشتنم خرج برمیداره. بابا صدات کلافت، داد بزن یه چهار تا مسافر جمع کن، گلوم پاره شد بس که داد زدم رشتن زدی. بل کن بابا رشتن زدیو. بیبری برای تو را تعریف کنم قصه چه قراره. حق و حساب ما که میرسه. حله؟ حله. اوکی نو پرابلم. دورو که رفت رایی بله. دوست! 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 بسکنه باشی! آقا چیکار میکنی؟ یکی تو دسته ده مانو منو! تمام این بسکنه این مانو منه! آقا بسنسه بری! بسنسه بری! میگاری کی گفته بریزیم بیرون؟ من گفتم! باشی گوشی زمین! هرچی تو حیاته بریزیم تو کوچه! یالا! بزن آقا! بزن پایین! بزن پایین! برشتار باشی گوشی زمین! ما بسازه کی برقصیم؟ تو از کی پول میگیری؟ از شما. خب با ساز من برقصی، ورش تا رنگا تو کوچه بودو. آقا چون میگم بزن پایین. ببر شما بزن پایین. اما بشه برو جونم. ببین به روح پدرم یه مو از سر وسایلم کم بشه روزگار تو سیاه میکنم. هیچ غلطی نمیتونی بکنی، همه چی قانونیه. بفرما. اصغر ابراهیمی کلانتری 115 راضی. ما هم راضی. من ناراضی. جهنم. راستی مادر گرامی کجا تشریف دارن؟ برستش رفت؟ تشریف نره ببینه چجوری جالا پلاستو میریزم تو کوچه ها؟ خب شما اونجا واسه یه چیز به این چپ بارسین بگی. جرأت دارن حرف بزنن. بفرما. مأمور قانون اصغر ابراهیمی. اینم حکم تخلیه همتون گرفتم. هر کی حرف زیادی بزنه مثل همین جالا پلاستش تو کوچه است. چه واسه من نگاه میکنی؟ بری تو خونتون معلوم میدم دستگیرتون کنه. اردش خودت ببره با خونت. سرکو بگیرش. بریم بابا جان. درکا شما دمه در مراقب باش. آتمی آتمی پا کجا بودی؟ بیا این وسایل برسید تو کوچه، من خونه رو اجاره دادم. آتمی فرشو بیا تو ببینم. شما دوتا شروع ویستانی این برگی چوخاندن در رو بر من رو نگاه میکنی. امین مامی اینجا چه خبره؟ بایسا ببینم خانم شما چی کاره ای؟ اصلا معلوم هست چی میگی؟ کار ما قانونیه. قانون خانم میگه اول باید مستجر مهلت بدی بعد باید دستگیر یا اینکه تخلیه رو صادر کنی. شیرفم شد؟ شما بنده تیمور هستم صاحب کل این خونه. شما
حمیدم دیگه مامان. وای مامی حمید، نشناختم چقدر بزرگ شدی. راستی بزرگ شدم من. مادرتونم؟ بله. ببین مستر تیمور، اگه مهلت دادی که اوکی، اگه ندادی تو میدونی و منو وکیلم مشاور و وکیلم مستر فیروز. مستر فیروز کامین کن تو بعد بیرون دم دم دایی. سلام علیکم. خوش آمد. آبسه کپل اینجوری نه ها آقا جان، مادر آقا حمید فوق‌العاده خستن، از سفر خارج تشریف آوردن، کل همه وسایل جمع میکنی برای چی میبری تو اتاق؟ داداش من اصلا کار نمیکنم، تصویرت کن برم. آره اینجا چشم رمزون حرف حساب نمیفهمن که آقا همین یه لحظه تشریف بیارید. آقا باری کنایه یه فیلم را برستو. آقا جو اینم از ننه مشکل تله. ببین این زنه رو برد اینجا مامور اینجا سا گیر بده، یه وقت با من نیستا. آقا دوستان بجنبید که همه چی کمپلت منتفیه. چیو منتفیه؟ جان چی فرمودین؟ خب منتفیه دیگه، از آدم خوشتیپ و جنتلمنی مثل شما بعیده که بخواد مخالفت کنه. من همین الان گفتم همه آدمای جنتلمن به مستاجرشون مهلت میدن. اوکی یا نوکی؟ هر چی شما بگین. چش چقدر مهلت بدم خوبه؟ وای چقدر بامزه. شما یه هفته مهلت بدین بقیه‌اش با من. یه هفته کم نیست. مامی حمید، مامی حمید، بکنه شمایی بدبخت یه هفته فقط طول میکشه وسایلشو بچینه. قربون آدم چیزمن ایوان. به قول خارجی ها یه کاری کنیم که نسیخ بسوزه نو کباب. بله بله، اگر که تواکه این برگرم زکنم من انگوش میزنم. نه نه شما باجود نیست. خوبه دوست دارم این کارو. زحمت بگیش بقیه شمال خود سرکار دست درد نکنه، از صفت و الان خسته نباش. ما راضی. فقط سرکار یه لحظه من الان برمیگم. آقا تیمور. بله. به قول ما فرنگی ها مرام تو. سب کن بینه سب کن. این خانم کیه؟ ننمه ننته. البته وفا گفتی ننه میخوام واسه ننه آوردم. اصلا به تو چه؟ کلیتا رو رد کن بیاد بلا که بچه ها منتظرن. کلیتا رو؟ کلیتا رو. دایی جون فیروز میگم اینجا جای خوبی با زندگی ها. موافقم سرده. هیچی رو موافقم. الان دست این خانم ننته دایت عمته میگی میریم بیرون دالتون ادم ها. جدن؟ جدن. بریم. بله بفرم. آقا تیمور اونو چیکار داری؟ یه دقیقه دیگه. یه اینجا بینیم بابا مامون چیکار داری تو؟ میخوام خودمونو لا بدم بهتر نیم؟ جانا ایشون بودن. جانا تیمور جان راستیتش اینه که من خواستم یادت موازه تر روزونش نزن جایی. نه مراقبه هم مراقبه هم. شما چرا اصلا با این حالتون بار برداشین؟ بذاری زمین کارگرها بر میدارن. من نوکر شما. من چاکر شما. شما اینجا تشریف داشته باشین. لطف دارید. بله شما تشریف داشته باشین. مثل که جای من اینجا دیگه نیست. خوش اومدی. زیادی بودن. خیلی مخلصم. دیوونه مون کردن. الهی ما میگه تو. آقا قربان خودشه؟ بله خودشه، مواظب باش در داره، پا به فرارش خیلی خوبه. قربان مواظب نشستید براتون توضیح میدم. من هیچ حرفی با تو ندارم. سرکار بریم. اجازه بدید برای شما توضیح بدم. لازم نیست. خب اجازه بدید مادرم توضیح بدم. مادر عزیز آدم آقا. زود. چش. آقا این خانش میره تو دست. فیروز به ما بگو حمید تو مرده. آقا فیروز آقا. بیا بکنش تو. میخوام بکنه زیر چرخ. اینجا که نمیشه آقا. الان گوسفندم اینجوری جا بشه نمیخوام عادت من دیدیه. ماما یه بچا دیگه سایبونی بچه‌مو بردن. حالا ردیفش میکنم. از من کار تو میدم. ماما آقا دیمون. سلام سرکار خسته نباشید. ای کمک از دست بنده برمیاد در خدمتم. ماما باش حمید تو مرده. جلوشو بگیر. نه خانم کار قانونیه، اصلا ما نباید دخالت کنیم. بفهم ایوا من رو شما حساب کرده بودم. من توضیح میدم. آقا تیمون مرامتونو. ماما اجازه بدید با من بودی؟
اصلا به کلاس و وقار شما نمیخوره که اینجوری مثل شرخران رفتار کنین. آخه این بچه بیگناه من چه گناهی کرده که میخوایم بندازین زندان؟ بنده از برخورد افتضاح هم خیلی از شما معذرت میخوام. آفره. ببینید این آقا دیروز 25 میلیون تومان پول شرکت رو بالا کشید و رفت. 25 میلیون؟ شما اگه بودید چیکار میکردید؟ بنده هم همون کارو بکنم. بچه بدبخت به قولش اصلا همچین پولی فکر نمیکنم دیده باشه. تیمور؟ بله. تو 10 دقیقه واسه چی می‌خواستی این بچه رو از خونه بندازی بیرون؟ ارو ندونم کاری نفهمیدم. دارم جدی ازت میپرسم. ببینین خب ایشون 3 ماه اجاره عقب مونده داره، خوشم میدونه. 3 تا 70 تومن 210 تومن به ما بدهکاره. بفرمایید. آخه کسی که 25 میلیون تومن پولو به قول ما فرنگی ها پولی کرده باشه چطور ممکن تو اجاره خونش مونده باشه؟ البته که نه. قربون آدم چیز فهم، شما این بچه رو آزادش کنین، من بعدا خدمت میرسم ببینم مشکلش چیه حلش میکنین. اختیار دارید، خدمت از ماست. خیلی بی خود خدمت از شماست، شما تنهایی جایی نمیرین. الانم لب تر کنین خانم، 25 میلیون میذارم جیب آقا بره رد کارش. 25 میلیون؟ جدا؟ بله. شما نمیخواد ویل خرجی کنی، به جاش 2 تومن خرج کن، برو حموم. 4 تومن خرج میکنم، تورم میبرم یک کیسه دبش به کل هیکلت میکشم. برو بابا. ببینید خانم، بنده به خاطر شما فعلا از شکایتم صرف نظر میکنم. شما یه توکی پا تشبیه به شرکت، اونجا مشکل حل میکنیم. این هم شماره تلفن ثابت بندست. شما ثابتتو بکن تو همون جیبت. چه غلط ها تو محل ما جلو هست. تو روز روشن داری شماره میدی؟ بذارم آسفالتت کنم. شماره میدم که میدم. تو رو سننه، تو سر پیازی، تای پیاز. من کل پیازم. با کنم خونو خونوزی میشه. آجا با کن دیگه. شبیه سیب زمینی پشندی هست. من شبیه سیب زمینی هست. اکس زمینی رست کنه اگه. آره بس کنین دیگه. آبرومو توی محل بردی. من به خاطر این دارم دعوا میکنم. آقا عزیز جلدک، مگه بیمار این اینجوری کردی؟ من چه با تو این اعصاب کشی اینجوری شد سرم؟ آقا جون تو این ننه چی از جون من میخوای؟ خیلی پر روی. اگه من و ننم نبودیم که تو رو آویزون کرده بودم بچه. آقا جون آدم رو آویزون کنن خیلی بهتر از بیغیرتی و بیابرویه. ننه منه وقت تو غیرتی میشی؟ من کاری به غیرت تو ندارم که آقا جون. تو این خونه ننه تو فعلا ننه منم هست، میفهمی؟ بچه جون دیشب از من ننه خواستی، ننم رو واسه تو بردم دیگه، تا همینجاش کافیه. ایناف. به ننه میگم همین الان وسایل جمع کنه برگرده بره، اون وقت من میمونم و تو با اون کلیتا. افتاد؟ افتاد. کلید رد کن بیاد بالا. وای کجا؟ بابا من یک کلید رو نمیخوایی ببایی. چرا؟ تربیه زهره رو ترکونی. کجا مامی شما این عجله؟ مامی؟ من پسر شما نیستم که. پس شما مادر من نیستی، حله؟ بیا این بیا رد. مامی سلام. سلام همین خانم. همین آقا. بابا چی شده؟ ایچی بگم کلیت باشه در مونده. سلام خیلی سلام. مهمون نمیخوای گل بسن؟ نه نه به اندازه کافی داریم. مهمون داری؟ مهمونت کیه؟ چیزه قریبه نیست آشناس. مامیمه، مامادرم. چه جالب، بالاخره بعد از 2 سال فامیلا رو میبینی. بله 2 سال گذشت، همشه بیهوده میگذر، ولی الان نمیشه. چرا؟ چیز مادرم وسواس داره، وسواس ریخته تو حیات. میخوای بریم اون رستوران مردونه که یه بار رفتم خوب بود؟ نه اونجا نه، اونجا لازم نیست. یعنی چی میگم؟ میخوام چه کار کنیم عزیزم؟ نمیترسم مادرم کاری کنه چون عصبیه. اصلا نگران نباش، غلط آشنایی همین غریبه نیستیم که. اتفاقا من چقدر دوست دارم مادر تو رو ببینم. ایوا خب پس من برم زودتر بهش خبر بدم. مریم من مادرشو متونت دیدن یعنی چی؟ ولی تا 10 بشمر بعد برو تو. 10 نه ده بزنی فرمایی؟ خواهش میکنم بفرمایی شما. ای بابا مثل شما فرسیم بفرمایی. ای وای بابا جان جانم چای با من
دست شما در نکنه، عجب رنگی داره. مخلص آقا. مریم خانم یاد بگیام. آقا جون البته این چای رو من دم کردم، مثل همون چای قبلی که میخوردین اینجا. دست شما هم در نکنه. چاکریم شما. مریم باشه پشت سینده دیگه. مریم باشه بسیم. سفر بودی عرصه کنم. بشین بفرم بودو مریم بودو شکنم. چقدر خوش اومدی. امان از دخترای امروزی. پسرم به زرهای قدیم. نسلم نسل خودمون. ماشاءالله ماشاءالله بذارم به تخت واسه این مامانتون. نگفته بودی مامانه به این باحالی داری؟ چرا؟ البته بابای شما باحال ترن ها. اگه میشه برای ایشون هم شما بزنیم به تخت دو دست نشه. بله ماشاءالله یه دفعه یه همچی بشاش شد. مامان شما خیلی خاکی هن، انگار نه انگار که مثلا 20 سال خارج بودن. چطور مگه؟ ایول و دامتگرم و مخلصیم و صفا بردیم و مشکلی نه، از اول خاکی بود قبل از اینکه بره. همین جان امشب شام مهمون منی، میخوام به اتفاق مادر بریم یه رستوران رویایی. من میبینم واسه این رستوران های رویایی. بی خودم چای قرار مدن نذارید، من قبلا چای قرار گذاشتم. آفرین. من خیلی دوست داشتم که میرفتیم یه جای دست جایی میشستیم. آخه فیروز جون من هنوز عروس گلمو ندیدم. نه همین چه گفتم. والا خاک به سر من. بابا اصلا از شما انتظار نداشتم. آخه این چه کاری بود کردی؟ چرا مگه چه کار کردم؟ بعد دو سال آزگار فامیلی جدیدمون رو دیده بودم، خوشحال نباشن؟ فقط همین؟ والا شما یه جوری نگاه میکردی انگار 100 سالی میشناختشون. خیلی شده بود اینجوری؟ آره من انگار این خانوم رو یه جا دیدم، کجا نمیدونم. چشم و دلم روشن. پس آشنایی مربوط به دوران قدیم ندیمه. نمیدونم. آره تو چیزی یاد نمیاد؟ من اصلا فکر کنم مادر حمیدو به خوابم هم ندیده باشم. شما رو نمیدونم. بگذاریم من که خیلی حال کردم، یه جورایی به دلم نشست همچین انگار که بابا اینقدر منو گیج کردی. اصلا اونجا من گم کردم، نمیدونستم از حمید بپرسم قضیه دوز و پلیس دیروز چی بوده. عجب هوایی ها. نه خیر عجب حال و هواییه ها. آره جانم. حمید جان منم برچیان. سلام آقای معاون. این وقت امری داشتین؟ نمیخوایی دعوت میکنی بیان تو؟ دعوت میکنم بیان تو؟ آره دیگه حمید جان، نه ترس، با مامور نیستم. با کی؟ با مادرم اومدم. چرا؟ مادرم میخواد بیاد تو که با مادر محترمتون آشنا بشه. برای چی میخوان آشنا بشن؟ راستش من ازش خواستم که بیاد بابت ماجرایی که پیش اومده از مادر محترمتون عذرخواهی کنه. به این صورت خب اصلا نیازی نیست. خب برای شما پولتون می‌خواستی دیگه. صبر کن عزیز. مادر در باز کن. ما که نیومدیم مادرتو بخوریم. سلام علیکم. میترسم مادرم شما رو بخوره. حمید جان. اومدیم خواستگاری. خواستگاری؟ بله. چیزی نداریم. خواستگاری کی؟ خواستگاری مادر محترمت. مادرم؟ راستش مادرم رفته خونه یکی از اقوام و تو شب فکر کنم نه یعنی قطعا نمیاد. باشه پس ما شب خدمت برسیم. شما نمیخواد خدمت برسید، اینجا در رو غریبه ها با نمی کنن. سام بلک همون سلام علیک خودمونه دیگه خانوم. برو بایی هستو در رو ما نمی کن. شب وا میکنم.
کار من اصلا به شب نمیرسه که. من الان میرم تو بله رو میگیرم، شب که شما میای اینجا چراغونیه، شما هم دعوت نیستی، کتش هم آینه ایه، سرش هم چیبیده. یه مدر یه بوی بدی اینجا میاد. بوی جله نداری دیگه، مو نداری، نمیدونی جل چیه. باشو این چه بساطی واسه را انداختی؟ واسه ننم، ننم چیه؟ واسه ننم خواستگار اومده آقا فیوز. ای والا جوی داشت راست میگی؟ یعنی بالاخره یکی پیدا شد دای ننم رو ببره؟ ایوه ایوه ماشاءالله به این همه غیرت، درو خدا با این همه غیرت رب میری یه وقتا. آقا فیوز، آقا فیوز، برو بابا خدا میدونم چه جوجه آقا داری کجا میکنی؟ چته؟ خانم یه بوقی راه نمایی چیزی میخوام، من سکته میخوام از شما. خواستگار اومده که اومده، خلاف شهر که نکردن، اومدن خواستگاری. خودشون بعد یه هم سیبی گذاشتن، مردی از حسرت بیشواری. حالا کی هست؟ واسه بغل ماشین رو در برنه. خودم جواب بیدم. کیه؟ سلام از شد عروس خانم، من به اتفاق مادرم نوکرتم اومدیم خدمتتون، یه چایی از دست مبارک بگیریم و با عزتون زحمت کم کنیم. اجازه از؟ بله. بله رو داشتی؟ من اگه بمیرم اون دیگه پام اینجا نمیذارم. آه آه خب نذار، چه بهتر. همون من یک حالی ازت بگیرم، سیب زمینی پشندی. با اجازه. برو دیگه، خدا بفرما. بریم. آقا عروس خانم چند کلاس تحصیلات داره؟ خدمت شما عرض شد که ایشون در اصل سیکل نظام قدیم رو دارن. این یارو تیمور چجوریه اوزاش؟ تیمور راستی تو دو کلاس چند خوندی؟ من اصلا حواسم نیست. خواهش میکنم، با عرض سلام و خیر مقدم خدمت خانواده محترم عروس خانوم، اول زندگی بنابر صداقت هستش میکنم و من همیشه توی زندگی دوست دارم اون صداقته باشه. در اصل واقعیتش من پنجمو دارم، اگر عروس خانم راضی باشن، یعنی مایل باشن، من برای ادامه تحصیل مشکل ندارم. نه مایل نیستم. برو سر اصل مطلب. جانم در گوشی زشتی بازه حرف بزن. بنده معرض شدم که برن سر اصل مطلب. کیفال آقا تیمور، اصلا چی کار شجرنامه آدم داریم؟ وقتی آدم حرف حسابشو بزنه از نظر من یکی که همه چی حله. چی رو حله؟ مگه سر شلیزه رو بردمه؟ بابا بس که مردونی و سیبیل گذاشتی پای زن بودن یادت رفته، یه مخالفتی بکن بگو نه. نه نه نه، یعنی که میدونی تا اینجا چقدر خرجش کردم من. تو خرج کردی؟ نه تو خرج کردی. ای فای مهم نیست که خرج کرده، مهم اینه که از این به بعد که میخواد خرجم کنه. نه یعنی که مهم اینه که ما چه تفاهمی با هم داریم، که من آقا تیمور خیلی با هم تفاهم داریم دیگه، بقیه چیزا آقا تیمور خودش حل میکنه. آقا تیمور جان قربون دستت، ببین کی چقدر خرج کرده، خوشکه باشون حساب کن که دیگه حرف نزنم. چش حمید که حساب کتابش مشخصه، بده کار به من اون هیچی. میمونه جناب استاد آقا فیروز. گفتین چی کارتون میشن؟ چیزه پسر مشاور وکیل. بگو دیگه. داییم شد دیگه. داییمه اینه. داییه. داییشه. داییش دایی جان. دایی جان شما چرا خرج کردی؟ خب به عبارتی شیربها هست، جهیزیه هستش، آب، برق، تلفن. بعد خدمت شما عرض شود که خورده خرجی زیادی داریم، البته خرجی تحصیل این بچه هم هست، خرجی دانشگاه ایشون، آفتاب لگن، لحیم. چخاطی کردم، ولی خب خرجا زیاده دیگه، شما هرچی کرامتی خود بنویسی دیگه. خب شما یه مبلغی بفرمایید من بنویسم. چی رو بنویسم؟ هزینه ها رو دیگه. مگه بنگاهی که داری معامله میکنین؟ بابا صحبت یه عمر زندگی ها. برو بابا باجا، من برم قضیه بهتر جوش میخوره. واه واه چه پسر بی تربیتی خانم، این چه طرز تربیت کردن بچه است؟ چی شد وایسا ببینم. اگه میخوای واسه من مادر شوهر بازی در ریابت بگم، من خودم عین مادر شوهرام. مامان یه خورده رعایت کن، من واقعا معذرت میخوام.
باش. کیه؟ همینجا منم قرچیان. کیه؟ لابد شما میخوام بیاد تو. نه اتفاقا تو بیا بیرون. یه خبر خوش برات دارم، دزد پولا پیدا شده، میخوام بریم شناسایی. راست میگی؟ آره جون تو، بودو بیا. اومدم. سلام برادر، حسن من میشستم شما. آقا قرچیان دست در آقا چکار میگه؟ دهبار که آدم رو دستگیره؟ موازه باش در نره. رادیو موازه باش زنگ هم نزن. نه ماما ماما مسافر یه قایق بالی ناز و عداد گلی جون جونم و بر لب رسون بسیرم. گلی کیه؟ یه گلدونه. من خیلی وقتی نگرش بهت بگم و من غیرتی هم خوش شد گلدونه. خب بهتر میگم که آبگوش حال میده. با چی؟ با چی؟ با پیاز فراغون. این یکی دیگه هستم. بابا بابا بیا خالی با. میگم اینجا عجب جایی با صفاییه. نه تو نمیدی؟ من همیشه یک کله گازشو میگرفتم میمدم اینجا. خیلی با صفاست اینجا. دو تا غذاش معرکه، یکی آبگوشت بز باشه، یکی دیگه هم چی؟ این کباب با ریحون تازهش. جوه داداش یه سالی تو گلوم مونده، میخواستم ازتون بپرسم. اگه نپرسی میشه قنباز. چطور شد تو این همه شغل شدی راننده اتوبوس؟ ای آقا تیمور، تمنای یه لقمه نون. همشی که اومدی بفهمیم چی به چیه. بابا ننم اون رو شداد به شما. خدا رفتگانتون رحمت کنه. خدا رفتگان شما رو هم رحمت کنه. ما موندیم و یه آبجی طلاق گرفته و یه بچه رو دستش. من این فیروز خودمون. از شما چه پنهون، عمر آبجیه و سال نداد بچهش رو بزرگ کنه. زد و مرد و مسئولیت بچه هم افتاد گردن ما. خدا خواهرتون هم بیامرزه. همه تون مردین نه؟ خدا رفتگون شما رو هم بیامرزه. اما من زنده. اولی زدم تو کار تیارت، اما خوب نبود. مواجبش کفاف مخارج زندگی رو نمیداد. چی کردیم؟ یه سیبیل از تهات کش رفتم، چسبونم پشت این لبا و افتادم تو جاده. گازشو گرفتم و شدم راننده. خدا رحمت کنه. ایوه دیگه کی خدا رحمت کنه؟ تهات رو میگم، تهات رو خدا بیامرزه. آبگوشت رو بخونی یخ نکنه. آمده برانی دفر بیا برانی ساش دست شما در بکنه صرف کن. خدا خیلی توی کجایی؟ باورم من این تو پیر شدم، دلم برات یه سرش. من همچینم ازت خوشم نمیاد، ولی خبر نداری من چقدر ازت خوشم میاد. نمیخوام بوسم کنی. دیدم چقدر دوستم داری. وسط مراسم خواستگاری من بلند شدی رفتی مراسم من خراب کردی. علم اگه به خاطر گل روی اون مادر محترمت نبود من اینجا نبودم. مادرم؟ مادرت یادت رفت؟ آره همون دیگه، میذاشتم اون تو بپوسی. خب باشه الان میذارم میرم. برو میپوسی ها؟ بب نداره. خیلی خوب، پس آزادیت فقط یه شرط داره. من که نخواستم. حالا چه شرطی؟ که اون چوب تو از لای چرخ ما بکشی بیرون. من نباید خوشبخت بشم، من نباید به سر سامون برسم. پسرم پسرم الان سرکار منو بندازه بازداشتگاه خیلی راحت ترم. بعدم چی شد تو از خانم یعنی مادر من خوشت اومد؟ آخه اون منو یاد آیکیدو میندازه. آیکیدو؟ اسم نامزد قبلیمه، ژاپنی بود. اسمش آیکیدو بود؟ آره اسم مادرش هم آیکیسه بود. دابد اسم باباش آیکی چهار بود؟ نه اون اسمش آیکیو بود. خب چی شد؟ رفت ژاپن؟ نه رفت هند، تصادف کرد مرد. آیکیدو رو خدا بیامرزه. خب برای همین میگم بذار با مادرت ازدواج کنم دیگه پسرم. به من نگو پسرم، من برم تو حبس برام خیلی بهتره. حبس خوب نیست، من حبس کشیدم. شما چی میگردی؟ هیچی، تو حبس با آدم خوش نمیذاره، مرد میپوسه. خداحافظ. خداحافظ. فقط ما رو این بره آوردن، شما رو نمیدونم. ها؟ یعنی در این بره. میدونستم. آره پدر خانمت دم در منتظره. باشه. آقا لطفی اونه چه چکار میکنه؟ من چه میدونم، حتما اومده تکلیف دخترش رو روشن کنه. خب بعدش تو چرا یه قاطی میکنی؟ نو کردم داشته ایمون. خدا آیکیدو رو رحمت کنه. خدا مادر شما رو حفظ کنه. بعدم چاش من چوبلا چرخ دمزرم حله. این چوبلا چرخ گذاشتن شامل تیشه،
میلگرد، نبشی، میختبیله و هر چیز دیگهی که لای چرخ میکنن میشه ها. حتی شما دوست عزیز. باشه حله، پس بیه بوست کنم پسر. نمیخواد پسر اینگه بوست نمیخواد نهزه دیگه اینجا. هی آزادی اینجا بلوار فردوس با بودو. اما چیزی دیگه هم میگم. سلام آقا لطفی. درد آقا لطفی. از هم بکن افتاد دیگه اینم بیره سیگارات اضافه شد. نه اصلا جریان این نیست آقا لطفی، مشکلی نی. خیابونای تهران چقدر عوض شده. منو ببین جان، مرد حساب سراتای حبس 4 ساعت هم نشده. بعد خیابونای تهران عوض شده؟ عوض شده آقا، حبس آدمو پیر میکنه، فرق نمیکنه 4 ساعت باشه یا 40 سال. آقا تیمور تجربه شده داره دیگه نه؟ میدونی دیگه دوره حبس و زندان و سلول و قل و زنجیر و سیاه‌چال تموم شده. الان باید به زندگی جدیدمون فکر کنی پسرم. آقا خواهشان چند بار بهتون جمع گفته به من نگو پسرم. چشم بابایی این دوست بازگاه رو بذار کناره، به من بگو جریان این 25 میلیون دزدی از این شرکت چیه؟ بگو. هیچ مشکلی نیست. یعنی میخوای بگی تو اصلا در جریان این حرفا نیستی؟ چرا؟ ولی نداره، امشب باید همه حقیقت رو برام روشن کنیم. بجون آقا اینقدر به پسر ما گیر نده دیگه. آقا خودت اینقدر پسر ما گیر نده. خب پسرم داره بهت گیر میده. آقا جون من باید با شما خصوصی صحبت بگو. عرض کردم خصوصی میخوام صحبت کنم. یعنی من گوش ندارم چی میگی؟ نه دیگه وقت خصوصی نه دیگه. باش آقا جون، فقط تنها قضیه 25 میلیون دزدی از شرکت نیست که. قضیه مامانم هم هست. مادرت؟ نه. ببین من به اصرار تو پای یکی تو این قضیه کشوندم، حالا باید خودت پای اون یه نفر رو از این قضیه کوتاه کنی. ببین من یه فکری دارم. بفرما بشین. چه فکری؟ همه کارکنان شرکت میدونن که حمید قربانی حقوقاشونو گم کرده، بعدش هم گفته دزدیدن. درسته؟ درسته. خیلی خوب، حمید قربانی کجاست؟ تو زندونه. پولا کجاست؟ اینجاست. پس همه چیز طبق نقشه من حله. من که سر در نمیارم. تو هیچ وقت سر از کارهای من در نمیاری. اگه یه جوری دزد پولا سر به نیست بشه، اون وقت میدونی من تو به کجا میرسیم؟ جناب آقا. الو جناب آقا. چه خبر؟ از کلیدا چه خبر؟ امشب تعطیلش رو میدم. آره در زم امانتی که خواسته بودی فرستادم، فکر میکنم الان دم در باشه. بیا پایین بگیر. بله صدای زنگ و هر دست شما درد نکنه. خیلی ممنونم. چه شبی بشه امشب. Oh,
سفیده؟ حالت خوبه؟ حالا فکر کنم قرون مرامه، واقعا فکر نمی کردم اینقدر جور و بازه دعوا رو داشته باشی. هر چی باشه فعلا داداشو میگه نه؟ داداشم پشت داداشو خالی نمیکنه. قربون تو داداش بره. میگم دنبال کلیتا بودن نه؟ آره. به خاطر من بعد افتادی تو درد سرا. میخوای کلیتا رو بهت بدم؟ با بیشتر از این با مرامت ما رو خرابتر نکن. جدی میگم. میخوام یه چیزی رو بهت بگم. خب بگو. قول میدی از دستم ناراحت نشی؟ بابا ما اند مرامیم داشتی. اون یارو پیرمرد کوریه رو اون روز تو بانک یادته؟ آره پولای من ازت ناکس خاک. فاش نده بابا آخه پولم ازت خاک برسر. فاش نده. بس چی آخه؟ اون من بودم. نه بابا اونی که پولم ازت من میگم. اون من بودم با مرا. یعنی میخوای بگی تو پولای من زدی؟ آره آقای بامرا، آداش نمیده بامرا. یک بامرا می نشونت بدم بیمرا تو پیدا. شما مطمئنی دارید کار درست میکنید؟ خانم عباسی، من هر کاری که درسته انجام میدم. من باید بفهمم این پسره دوست این انبار چیکار کرده. باز کنم این پسره دوست با انبار چی کار کرده؟ یا شما؟ آقای صالحی؟ بله. انتظار دیدن منو نداشتین آقای قورچیان. خانم عباسی تو این مدت منو کاملا در جریان کارهای شما قرار دادن. طبق حساب رسی که از چند وقت پیش ایشون در باب اجناس داخل انبار صورت دادن، متوجه شدن که آمار ورود خروج کالا به انبار با هم همخونی نداره. به تعبیری دیگر از انبار دزدی میشه. واسه همین من خودم پیگیر قضیه شدم و امروز همه چیز برام روشن شد. ولی شما علیه من هیچ مدرکی ندارید. البته من فکر میکنم مدرک کافی رو برای شما داشته باشم. خودت رو فرمایی بیا رو این با. سلام آقای صالحی، باور کنید من دزد نیستم. من گوله قورچیان خود. من از همه تون شکایت دارم. شما به من تهمت زدید. بهتر پلیس رو خبر کن. مشکلی نیست، تماس بگی. یک نه شما زحمت نکشید، من قبلا با پلیس هماهنگ کردم. شما باز داشتید. جناب سربان ببرید. بله قربان. Hayır, hayır, hayır.
آقا سلیمان بابت ماشین و باغ و این مراسم عروسی نمیدونم چطوری از شما تشکر کنم. این چه حرفی که میزنی پسرم؟ حاج آقا منم بابت همه چیز یک دنیا ممنونم و اینکه شما بالاخره باعث شدین ما بعد از 2 سال بالاخره بریم سر خونه زندگیمون. انشالله که مبارکتون باشه. خیلی ممنون خانم عباسی. بله پاکت ها رو محبت میکنید؟ حتما بفهم. متشکرم. اینم هدیه عروسیتون، کوچکترین کاریه که میتونستم براتون انجام بدم. بفرمید. دست شما در نکنه حاج آقا سالی، دیگه آخه کادو نیاز نبود که. خیلی مخلصی. مبارکتون باشه. قربون شما. بفرمید. بفرمید. بازم ممنون. خوب افتخار عروسی اومد کف مرتب آمده. ای کلو ای قربونه دیم تبریک میگم عزیزم. خب ضمن خیر مقدم به مهمانان عزیز، به ویژه عروسای گل و دومادای عزیز، عروس دومادای قدیم، عروس دومادای آینده، به افتخار همشون، به افتخار خودتون کف مرتب بزنید. زلزله بدازید شنو شنو بایی کنو بزن کف خشنگرو. خدا زحمت نکشید، ما اومدیم خودتون رو ببینیم. کف مرتب افتخاره. خیلی متشکرم از همه کسانی که قلمن، جانن، مالن، وسیله عرب زهابی که آماده بوده اومدن اینجا برای شادی روی همه عزیزان که اینجا هستن. این کف مرتب ای بلو، بچن کف رو. این آقا فیروزم که عمرش مثل گل نباشه، خودش گله چشم همیشه پیکان گوجهی به شماره شعبانی 325 و 28 وال و مال محمده. محمد 15 مال محمده. لطف کنید ماشینشون رو بردارن سر راه. بله سد معبد کردن اونجا رو بردارن. ببخشید من یه شعرم میخواستم در خاتمه بگم. با اجازتون که مناسبت داشته باشه با این مراسم خجسته. این جمله منه، دوستت دارم خیلی زیاد، فکر کردن اصلا نمیخواد، دوستت دارم خیلی زیاد. هر آدم این دنیا میاد بزرگ میشه، گنده میشه، جوان میشه، به لب سب میشه، بعدی هم وقت تنهایی و مجردی میفهمی که تکراری روزاش هم میشه. یوها اینگار یه حس خوب توی دلش، هوا چک کاماز کاماز میاد با میزای. یوها اینگار توی دلش نمه نمه زره زره کاماز کاماز داره دیلش میره، دیلش میره، دیلش میره، دیلش میره. آره اون حالا عاشق شده، یه جوونه باله شده، یه رئیس قایق شده، همه بگی مبارکه. بوم 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 درم ترو بکره که یه جورایی داغون بشه، چشم بد و چشم حسود و هر کسی که بر کلکه. باید بریم شهر رو گل بارون کنی، کوچه رو چراغون کنی، دنیا رو نور بارون کنی، همه بگی مبارکه. ای فضو بابا مبارکه، دست بزنید اینجا رو بتکنید. نه بابا نه تکنید، جاری کنید. هر آدم این دنیا میاد بزرگ میشه، گنده میشه، جوان میشه، به لب سب میشه، بعدی چند وقت تنهایی و مجردی میفهمه که تکراری روزاش هم میشه. یهو انگار یه حس خوب توی دلش، هوا چکی کاماز کاماز میاد با میزاره. یهو انگار توی دلش نمه نمه زره زره کاماز کاماز داره دیلش میره، دیلش میره، دیلش میره، دیلش میره. آره اون حالا عاشق شده، یه جوونه باله شده، یه رئیس قایق شده، همه بگی مبارکه. بوم 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 ترا ترو بتره که یه جورایی داغون بشه، چشم بد و چشم حسود و هر کسی که مرتلکه.
بس کن ده آقا فیروز، خرس داری زنجیر میکنی؟ پلش کن بیا برو سر کارت قربان. میخوام خیالم راحت باشه، خودت میدونی من بند امانتم. بنده هم اینجا بند امانتم. شما هم تو هستی؟ شما هم تو هستی، حواس جمع باشه. هله ایسی یوسف پل خوبه دیگه، دوزگیر نمیخواد که. پس حواس جمع باشه دیگه، همون خاطر جمع. آه خاطر جمع بس. ایول با اجزتون ما بریم دیگه. هرچی کجا کلاس گیره ما میفته بابا. سلام پرتاب چه دیگه؟ از میخوام به سلام از شدم خانم عباسی، خوب هستی؟ سلام آقا فیلس، شما خوبید؟ بله. مرحله چند هستیم؟ خیلی پیشرفت کردم، مرحله هفتم. هفته، خیلی بنده. خواستم بگم که آقای معاون با مرخصیمون موافقت نکرد. چه؟ موافقت نکرد؟ نه دیگه. الان استشون میدم. آقا فیروز، شما نمیتونین داخل بشین. فیروز؟ ببخشید من گفتم شما جلسه دارید. ایبی نداره، شما بیرون باشه، من خودم رسیدگی میکنم. خیالتون راحت باشه، شما بفرمایید. چشم. برو. بله. ببین داشتنی جان؟ ببینید جناب معاون، به چه علت با مرخصی ما موافقت نکردین؟ موافقت میکنم، فقط یه شرط داره. بیا اینجا. بله جناب. شرطش اینه که کلیدهای انبار رو بذاری و بری. ببین داداش، اون کلیتا رو من به کسی جز آقای صالحی نمیدم. Do you understand? Understand. Understand. خودمونیم ولی میشد قصه این جوری نباشه، میشد این رابطه از هم به همین زودی نپاشه، میشد این فاصله از ما تا همیشه رو بگیره، خیلی چیزا میشد اما شدنی نمیشه دیره. خودمونیم اگه خیلی سخت آدم ها با هم بمونن، اگه پایین نمیان ما با ستاره، واسه اینه که دوچار آسمونن. خودمونیم اگه احساسی نباشه، خیلی سخت آدم ها با هم بمونن، اگه پایین نمیان ما با ستاره، واسه اینه که دوچار آسمونن. خودمونیم اگه قلبم بی خود از عشق نمی ترسید، اگه دل شوره نداشتم، اگه پاهام نمی لرزید، اگه جای شک و تردید اعتمادت مال من بود، حالا حرف قصه ما حرف خوب ما شدن بود. خودمونیم اگه خیلی سخت آدم ها با هم بمونن، اگه پایین نمیان ما با ستاره، واسه اینه که دوچار آسمونن. خودمونیم اگه احساسی نباشه، خیلی سخت آدم ها با هم بمونن، اگه پایین نمیان ما با ستاره، واسه اینه که دوچار آسمونن.